این نون نون شکلاتیه. فوق‌العاده خوشبافت و خوشمزه است. یه میان وعده و تغذیه مناسب برای خودتون و بچه‌هاتونه. اینقدر خوشمزه است که همه رو تو یه روز تمومش میکنی. پس بیایید با هم دیگه این نون خوشمزه شکلاتی رو درستش بکنی. سلام، من نرگسم. به کانال من خیلی خیلی خوش اومدین. برای تهیه این نونه خوشمزه به 250 گرم آرد احتیاج داریم که الکش میکنیم. آردمون آرد قنادی یا سه سفره. 40 گرم شکر، 5 گرم پودر خمیر مایه، 5 گرم نمک. همه رو با همدیگه خوب ترکیبشون میکنیم. یک عدد تخم مرغ داریم که معادل 60 گرمه. کاملا میزنیمش و به مواد خشکمون اضافه میکنیم. صد و بیست گرم شیر داریم که ولرمه. یه باره همه شیر رو اضافه نکنید چون درصد جذب آردها با همدیگه متفاوته. از 90 گرم میتونید این شیر رو اضافه کنید تا 120 گرم ذره ذره اضافهش کنید تا دستتون بیاد که چه مقدارش رو باید استفاده کنید. من کل 120 گرم رو استفاده کردم. بعد با دست شروع میکنیم به ورز دادنش. اونقدی ورزش میدیم تا دونه های آرد رو دیگه حس نکنیم. وقتی دونه های آرد رو دیگه و گوله های آرد رو حس نکردیم، 40 گرم کره داریم که بهش اضافه میکنیم. خواهش میکنم میزان کره و شکر رو اصلا دست نزنید و به همون مقدار اضافه کنید. وقتی کره رو اضافه کردین، بافت خمیرتون بسیار چسبنده میشه. اصلا بهش آرد اضافه نکنید و با ورز دادن چسبندگیش رو از بین ببرید. میدونین که برای داشتن یه خمیر خوب باید حوصله داشته باشین. اگر از دستگاه خمیرزن استفاده میکنین کارتون راحت تره، ولی اگر نه مثل من اونقدر این رو مشتمالش بدید و ورز بدید تا به این بافت سبک و خوب برسه. کف ظرفمون رو برای گذاشتن خمیر چربش میکنیم. قبلش میخواییم تست پنجره بگیریم. بهترین زمان برای گرفتن تست پنجره 2 دقیقه بعد از استراحت دادن خمیره. مقداریش رو جدا میکنیم و دو شستمون رو بالای خمیر و بقیه انگشت ها رو زیر خمیر میذاریم و شروع میکنیم به باز کردن خمیر تا به این صورت در بیاد. باید انگشت هاتون رو از زیر خمیر ببینین ولی خمیرتون هم پاره نشه. یعنی اینکه این خمیر عالیه. میریم برای استراحت اول که حدوداً 40 دقیقه است. بعد از 40 دقیقه پف خمیرمون رو میگیریم. خمیرمون رو باید به قسمت‌های مساوی تقسیم بکنیم و چونه کنیم. من از ترازو استفاده کردم و چونه های 50 گرم میگرفتم. انتخاب شما برای صبحانه کدوم نونه؟ 100% انتخاب من بربریه. من توی خونه نون بربری کره‌ای درست میکنم. اگر دوست دارین شما همین نون خوشمزه رو درستش بکنین و خمیرگیری عالیش رو یاد بگیرین، میتونین به لینک بالا مراجعه کنین. نوبت استراحت دوم رسیده که حدود 8 دقیقه است. یکی یکی چونه ها رو اینجوری بازش میکنیم به کمک وردنه و از شکلات بعد استفاده بکنیم. من از شکلات
سکه استفاده کردم. شما میتونید از نوتلا و شکلات های نسوز هم استفاده بکنید. اگر از شکلات سکه ای مثل من استفاده میکنین، نونتون رو باید همون روز مصرف بکنین، چون وقتی که سرد میشه شکلاتش هم میبنده. اینجوری باید نون ها رو بپیچید و بقچه پیچش کنید. وقتی که به این صورت پیچیدینش، باید خط ها رو به این صورت از بین ببرین تا نونتون داخل فر باز نشه. از این نما هم بهتون نشون بدم که خیلی خیلی کار راحتیه. فقط کافیه که خمیرتون رو به این صورت بازش کنید و شکلاتتون رو بذارین داخلش و بقچه پیچش کنید. میتونید از یک شکلات هم استفاده کنید، هیچ مانعی نداره. فقط راه خروج شکلات رو کامل ببندین، چون وقتی بهش حرارت بخوره و راهی به بیرون داشته باشه از نونتون خارج میشه. ممنون میشم تا یادتون نرفته ویدیوی من رو لایک کنید. لایک کردن های شما باعث میشه ویدیوی من به افراد بیشتری نشون داده بشه. وقتی به این صورت نون هامون رو شکل دادیم، بهتره که دوباره زیر یک دستمال تمیز بذاریمشون تا خشک نشن. بره برای استراحت سوم که حدوداً نیم ساعته. همون موقع که نونهاتون رو فرم دادین داخل سینی فر بچینین خیلی بهتره، چون مثل من اگر جا بجاش کنین یه خورده حالت اولشون رو از دست میدن. از رومال تخم مرغ کامل و دو قاشق شیر استفاده کردم. تخم مرغم رو کاملا زدم، شیر رو بهش اضافه کردم و با فرچه روی نونها رو کاملا به این صورت آغشته می کنم. مقداری هم کنجد روی نونها می پاچم. فر رو حتما از قبل گرم بکنین، چون باعث میشه نونهاتون کاملا خوش رنگ بشن. با دمای 165 درجه باید 15 تا 20 دقیقه بپزه. از فر که خارج کردین یک کوچولو بهش تایم بدین یک کمی خنک بشه، بعد از سینی جداش بکنین. این هم از بافت عالی این نونمون، فوق‌العاده خوشمزه است. خودتون و بچه‌ها عاشقش میشین. پیشا پیش ممنون از لایک ها و کامنت های محبت آمیزتون. خدا نگهدار.